هموطنان عزیز، دوستداران صفحه بیایید عکاسی بکنیم، سلام بر شما. امیدوار هستم در هر گوشه ای از دنیای امروز که قرار دارین و زندگی میکنین، در حفظ و امان باشین و در کنار عزیزان و اعضای خانواده و دور از آفات ها، من جمله آفت اخیر کرونا باشین. به سلسله مصروفیت های سالم و به خصوص در هوا و فضایی که متاسفانه در بعضی کشورها خبرها ناشی از برگشت موج دیگری از کرونا ها بر سر زبان هاست، ما به این نتیجه می رسیم که باید هنوزم در خانه بمانیم و با وصف که تابستان است، هوا مساعد، هوا گرم و دلتنگی ها زیاد و هر کدام ما هوس دیدن عزیزان داریم، هوس سفر کردن داریم، سفر بکنیم، ولی به هر حالت فکر میکنم که هنوز هم شرایط طوری است که باید روی نفس ها کم پا بگذاریم و از احتیاط کار بگیریم. در اپیزود و یا در برنامه امشب میخواییم که در رابطه با یکی از کمره های بسیار نازنین و عزیز دوران آنالوگ بر شما معلومات بتم. کمره که با یک مارک بسیار شناخته شده از دورانهای سابق وطن مزین است، یعنی کمره اکفا از کمپانی اکفا AGFA. درست همین کمره که همین لحظه شما تماشا میکنین. باید دارم که ما در یکی از ویدیوهایی که بر روی کانال خود گذاشتم، در اونجا در رابطه با اشکال بگویم یا دیزاین بگویم یا شکل ظاهری کمره ها بگویم، که من در اونجا یک یادآوری کردم که مثل که در صنعت موترسازی ما بعد از سالهای 90 تقریبا یک تشابه یا یک اشتراکیت در بسیاری مسائل موترها میبینیم، یعنی موترها تقریبا متحد شکل هستند. اگر به طور مثال اشاره هایش میبینیم یا چراغ ها یا گروپ های پیش رویش که چراغ هایش که روشن میشه، یعنی چشمای موتر تقریبا کلش دارای هم یک چشم، یک ساختمان است که اگر به نام ها مراجعه نکنه که گویایی موتر جگوار است یا فلوکس واگن است یا مرسدس است یا سیات است یا تویوتا و هوندا و دیگه مارکایی که امروز در جهان وجود داره، اگر مراجعه نکنیم تقریبا همش اشکال واحد داره و اینقدر جالب نیستن. من خوب باید دارم که در یکی از ویدیوها من در اونجا از یک خاطره خود که در یکی از نمایشگاه های موتر که در سطح اروپا برای انداخته شده بود و من در او اشتراک کردم، یک اشاره داشتم
یا یک توضیح کردم که ما در اونجا در نمایشگاه تقریبا در حدود بیش از 150 موتر نو در جهان از کمپانی‌های مختلف و کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شده بود، ولی به طور کل وقتی که می دیدیم بسیاری چیزها مشترک بود، اشاره ها، گروپ هایی که مثلا چراغ های اساسی موتر یا چشم های موتر، ساختمان درونی، سیت ها و غیره و غیره، تقریبا تفاوت ها اقدر چشمگیر نبودن. من فکر میکنم که نه تنها در عرصه صنعت موتر، بلکه بیا این که دمی وارد بحث اصلی خود یا مسئله فوتوگرافی شویم، که در عرصه فوتوگرافی هم اگر ما به تاریخچه صنعت کمرسازی یا هنر عکاسی مراجعه بکنیم، به وضاحت میبینیم که در کمره هایی که بعد از دخول دهه 90 ساخته شدن، یعنی تقریبا 30 سال قبل، که یعنی دوران آنالوگ، کمرهایی که زیادتر با دست عیار می شدن تا کمرهای و فیلم دو به کار می رفت، و بعد کمرهای دیجیتال به وجود آمد که وضع فیلم از یک دستگاه به نام سنسور استفاده شد و هنوز هم استفاده میشه. تفاوت های در جای شک نیست، تفاوت ها در کیفیت و کوالیتی وجود داشته و وجود داره. مثلا یک کمره لایکا یا یک کمره هاسلبلاد سویدن و یا یک کمره فوجی فیلم ژاپن با کمره های مارک های دیگه که از آن قیمت هستن تفاوت های داشته و تفاوت های داره، اما در چهره و در دیزاین و در شکل ظاهری تقریبا همشان یکسان هستن. اقدر جالب نیست، اقدر به دل چنگ نمیزنه. مثلا به طور مثال بیاین که کمره کنن یا نیکان مثال بتیم. اگر به شماره هایش نریم که دی 50، دی 1000، دی 700 چند، دی چند و مارکایی که یا شماره هایی که مختلفی که دارن، اگر به این توجه نکنیم تقریبا این کمره کلشون یک قسم است، یک چهره داره، هیچ تفاوتی در ساختمان ظاهریشان وجود نداره. البته از لحاظ کیفیت مثل که پیشتر اشاره کردم در اون مایه متفاوت دارن، لنزهای قوی تر دارن، لنزهای شفاف تر دارن، سافت ویر یا نرم افزار درونیش که گویا امکانات میده که چی باید کرد و چی باید نکرد و گپا، سهولت هایی که برای یک عکاس میسر شده، در جای شک نیست که تفاوت هایی هست، اما در چهره تقریبا این کمره کلشان یکسان است، یک نواخت و خسته کن. از این خاطر یکی از دلایلی که زیادتر به کمره وینتج کلاسیک دوران آنالوگ گذشته میریم، در پالوی ده ها عامل یک شمامی است که هر کمره دوران آنالوگ هویت منحصر به فرد داره، یعنی هر کدام هر مدلش از خود قصه میکنه، با خود معرفی میکنه، و از این خاطر هم هست که علاوه از دیگه مسائل که گویا به طور مثال یک کمره آنالوگ را وقتی که ما یک کمره که مثلا 50-60 سال پیش قدامت داره یا عمر داره او را به کار میبریم، علاوه از این که گویا از او یک خاطره داریم و میگیم که واو ای خب کمری بود که بابه ما ده یک عکس میگرفت، خدا و بخشش
سیکو چی یک آدمی بود، یا بابا کلان ما بود یا بر صورتش. علاوه از او خاطراتش، یکی هم به دلیل آنچه گفتم عرض کردم خدمت شما که بنابر عزیز که هر کمره از لحاظ انجینری و دیزاین خود متفاوت بود با یک مدل دیگه، از این خاطر هر کدامش یک خاطره داره، یک تاریخ داره و چیزایی داره که آدم وادار میسازه که باید او کمره ها را نگاه بکنه، جمع بکنه، کلکسیونش بسازه. و بعضی وقتا با وصفی که امروز عکاسی با یک کمره دیجیتال ارزانتر است نظر به یک کمره انالوگ، به خاطر که کمره انالوگ تو باید بری به عکاسخانه بتی و او را فیلم بشوره، اما اصطلاح معمولش که است که باید فیلم ششته شوه و بعد از او باید کاغذ چاپ شوه. اما یک کمره دیجیتال امو لحظه شما میتونین در میموری کارت کمره را بیرون بکشین، داخل کمپیوتر بکنین و عکسایتان طرفت العین در امو لحظه ببینین و حتی در او دسکاری بکنین، فوتوشاپ بکنین، نور کم و بالا بسازین، افکت ها بتین و غیره و غیره. در حالی که در کمره انالوگ دیروز این چیز ناممکن بود. به خاطر عکاسی یا مراجعه به دوران انالوگ با وصفی که قیمت است، با وصفی که هزینه های را ایجاب میکنه، ولی ما میبینیم که یک مراجعه برش صورت گرفته. ما امروز نه تنها که نسل قبلی، بلکه حتی خوشبختانه بگویم که جوانان ما به این مراجعه کردن. مثلا مثل که پیشتر اشاره کردم، بسیاری جوان ها امروز در کشورهای مختلف دنیا مثلا نشته میکنن در صفحات خود، در شبکه های اجتماعی مثلا میگن که واو، ما تازه یک چیزی رو در گودام یافتم. در گودام بگویم یا طویل خانه بگویم، ما شما که مثالایش داریم، در گودام یافتم که این متعلق به بابا کلان ما بود و در او ما یک کمره یافتم. حتی او رو نشان می تکسش میگیره، میگه که دوستا، عزیزا، رفیقا، هر چیزی که خطاب میکنن، آیا شما چنین یک کمره رو میشناسین؟ و بعضی ها کوشش میکنن که او کمره را یک پاکاری بکنن، یک دوباره آماده بسازن برای عکاسی و گپا و فیلم اندازن و میرن عکاسی میکنن و به یاد گذشته عکس میگیرن و با بسیار افتخار و بسیار شیرین زبانی او را در شبکه های اجتماعی بازتاب میدن. خب در این مورد نمیخوایم از یاد گپ بزنم، صرف فقط یک تذکر بود و علتش معلوم است که خواهی نخواهی تب بشر، تب انسان طوری است که چون از آینده چیزی نمیفهمه بیشتر به گذشته میره، چون از آینده معلوم نیست که چقدر لذت میبره، چقدر رنج میبره، بیشتر از گذشته خود لذت میبره. به این خاطر تماما فوکس خود را سر گذشته عیار می سازم. خب از این گپا که بگذاریم، میایم سر معرفی کمره و مضمون اساسی اپیزود موجود که من خواستم خدمت شما عزیزا یک کمره نوی را معرفی بکنم. کمره که شاید تا امروز شما کمتر دیده باشین. متأکد هستم بسیاری از شما حتی شاید همین چهره از این کمره هم برای شما نو باشه که واو، به این قسم کمره هیچ وقت ندیدیم. و یه کمره یکی از کمره های کمپانی اکفایی که برای ما افغان ها، بخصوص کسانی که با مسائل عکاسی در 40 سال
قبل آشنایی داشتن آشنا است. اکفا یکی از کمپانی های بزرگ صنعت فیلم و کمرسازی بود که شما مارکش میبینین AGFA اکفا. و اکفا یکی از نمایندگی های اکفا و امیدوارستم غلط نکرده باشم که یگانه نمایندگی اکفا در افغانستان پیش از جنگ متعلق بود به عکاسخانه کابل. از زنده یاد صمد آصفی رئیس قبلی افغان فیلم که خوشبختانه ظاهر جان طاهری و قادر جان طاهری دو عکاس و فیلمبردار مشهور او زمان ها امروز زنده هستند، در کانادا زندگی میکنند. امیدوار هستم که 100 سال عمر بکنند و ما از هر دوی از اینها خاطرات بسیار شیرین دارم. از مرا اگر بگویم که خوب قادر جان خوب معلوم دار علاقه هم داشتیم، ولی زیادتر با ظاهر جان علاق داشتیم چون قادر جان مصروف مسائل فیلم برداری و گپا در بیرون بوده و زیادتر با ظاهر جان که اولین استاد ما در این عرصه است، یعنی در عرصه عکاسی است، ارادت دارم و امیدوار هستم که ای عزیز با وصفی که امروز در کانادا هست و یک کمک دلگیر است، ولی امیدوار هستم که مراجعه به مسلک قبلی و پدری خود به اصطلاح بکنه و چیزهایی را هم خدمت شما عزیزا پیشکش بکنم. به هر حال از کمره اکفا گفتیم و کمپانی اکفا گفتیم که یکی از سپانسرشپ ها متعلق به صمد آصفی بود و صمد آصفی این کمپانی را در افغانستان معرفی کرد و فیلمش عرضه کرد و عکسایی که کاغذایی که در او باید عکسایش چاپ می شد و و غیره و غیره او را یعنی ما خاطره داریم و بیاد داریم. این کمپانی اکفا به یقین ما کمری که امروز معرفی میکنم دقیقا با سال تولدی کمره، گرچه مراجعه کردم در نت که با کدام سالها باید تعلق داشته باشه، ولی تاریخ یا سال مشخص تا هنوز نیافتیم، ولی به احتمال قوی این کمره متعلق به سالهای 50 و حتی ما قبل از او است، یعنی حدود 70 و یا بیشتر از او عمر داره. ولی شما فکر بکنین که این کمره با وصفی که قدر عمر داره ای چقدر خوب تا هنوز نگاه شده. ببینید هیچ نوع خدشه و صدمه و خط و خال و یا درشتی و یا آسیبی که گویا به کمره میرسه به این نرسیده. خب دو عامل وجود داره، دو دلیل وجود داره که کمره قدر خوب نگاه شده. یکی که کسی که ایره نگاه کرده عاشقانه دوستش داشته و دوم فراموش نکنیم که این کمره از مواد بسیار خوب ساخته شده، از مواد یعنی از فلز خوب، از آلومینیوم خوب و از گفتی امریکایی متریال خوب استفاده شده که در تمام این سالها کیفیت خود تغییر نداده، از دست نداده، امو کیفیت خود داده. یعنی امیل از امی کمری که من خدمت شما نمایش میتونم و قرار داره آنقدر ثابت و نو و تازه است، فکر میکنی که یک هفته پیشی در فابریکه تولید شده. مبالغه نیست. ما امیدوار هستم دوستا ببینن همین لحظه، نه تنها از لحاظ پاکی لنز، از لحاظ صفایی که هیچ نوع زنگ زدگی، هیچ نوع
خدشه و خلل در ساختمان ازی وجود نداره. من البته در مورد ساختمان درونی کیفیت و چگونگی کار از این کمره نمیخوایم چیزی بگویم، بخاطر که این کمره اقدر زیاد وجود نداره در بازار که همه او را بخرن و استفاده بکنن، لذا طرز به کاربرد شما نمیخوایم در اینجا سر وقت شما را بگیرم. فقط میخوایم که شما عزیزا را با او یکم یک آشنا بسازم. ببینید این شکل همون شکل ساختمان کمرای بسیار مشهور رولفلکس سابق آلمان داره، یعنی که ویو فایندر، یعنی وقتی که آدم میبینه که با سابجکت که عکسی کی را بگیره و چیکونه بگیره، این تقریبا از بالا دیده میشه. میدونستم دیده شوه و همی دو لنزی که اینجا وجود داره، لنز بالا لنزی است که شما سابجکتتان یا مضمونتان میبینین، و لنز پایینی لنزی است که شما وقتی که فوکس کردین و تصمیم گرفتین که او را وارد فیلم بسازین، معلوم دار شتر که اینجاست، این را فشار میتین و تصویر بروی فیلم نقش بسته میکنه. این کمره تقریبا همون کمره ای است که یعنی از لحاظ ساختمان خود همشکل کمره رولفلکس دوران آلمان پیش از جنگ است. کمرای رولفلکس که من متاسفانه خود کمره را ندارم، به خاطر که کمره رولفلکس یکی از کمرای قیمتی است که کهنه ترینش حدود $3,000 ارزش داره، ولی ما کمره بدیل بگویم یا کمره کپی شده بگویم یا کمره که اگر رولفلکس نیست ولی کمتر از رولفلکس هم نیست، من دارم که او برات از یشیکا 635 است. کمره ژاپنی، کمره ای که بعد از جنگ دوم جهانی ژاپن خواست کپی بکنه از رولفلکس و او را به شکل ارزانتر عرضه بکنه. چرا رولفلکس طوری که پیشتر گفتم یک کمره بسیار قیمتی بود که هر کس نمیتونست بخره، حتی در افغانستان بجز کمرمنهای افغان فیلم و باختر آجانس کسی کمره رولفلکس شخصی نداشت. یعنی من شخصا به استثنای صمد آصفی بزرگوار که روان شاد اگر داشته بوده باشه که حتما داشت، یعنی در سطح افراد شخصی من بیاد ندارم، به خاطر قیمت بود. ولی ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی در وجود کمره های مثل یشیکا، مینولتا، باند نمرات مختلف، مثلا یشیکا 635 در حالی که یشیکای A, B, C, D و مینولتا و دیگه و دیگه واریانت های مختلف وجود داره که به انواع مختلف ساخته شده، ولی از لحاظ آیدیا یا از لحاظ شکل و ساختمان کاملا مشابهت دارن، یکسان هستن. مثل که من این کمره را بر شما نشان دادم، این کمره کمره ای است که به می شکل وجود داره، منتها با یک صندوقچه بگویم یا یک دریچه کوچکتر و محدودتر، اما رولفلکس و یشیکا که کپی از او است با یک دریچه بزرگتر 6x6. این کمره ها یعنی کمره یشیکا و یا رولفلکس کمره های هستن و بودن که فیلم های 120 و 127 از او در او استفاده می شد، ولی این کمره
کمره که من اینجا معرفی میکنم، این کمره است که میشه که از او فیلم های از فیلم 135 یا 36 میلیمتر استفاده کرد. به هر حال هدف از معرفی این کامره فقط این بود که آلمان به مثابه بزرگترین کشور تولید کننده کامره های عکاسی واقعا در تمام تاریخ، یعنی از زمانی که هنر عکاسی به وجود آمد و اولین کامره ساخته شد و اولین کامره هم در فرانسه ساخته شد که ما در صفحه خود گذاشتیم که از یک صندوق تاریک استفاده شد و چگونه این انکشاف کرد و گپا کرد، ولی این صنعت در آلمان قبل از جنگ، جنگ جهانی دوم رونق گرفت و بعد از جنگ دوم جهانی یکی از رقبای آلمان در این عرصه کشور ژاپن است. البته کشورهای دیگه هم کمره های زیبا و بسیار خوبی را تولید کرده، از جمله مثلا روسیه یا شوروی بعد از جنگ است. شوروی بعد از جنگ هم تا جایی که به تاریخ مراجعه میکنیم کمره های خوبی داشته و اما گفته میشه که خب از لایکا و صنعت آلمان سود برد و استفاده کرد و کپی کرد. چرا؟ دریسدن یکی از شهرهای که در او صنعت کمره آلمان قبل از جنگ به حساب آغاز شد و بسیار رایج بود، بعد از جنگ عمومی دوم در قلمرو آلمان شرق حساب شد و از او خاطر روسیه یا شوروی قبل ملمدار بنابر اشتراکیت نظام های سیاسی استفاده خود کرد و از او صنعت آلمان سود بود، که مثلا کمرای کیفچار یا خانواده کیف که دوستا میفهمن به نوع کپی از کمره های نوع لایکا ساخت آلمان قبل از جنگ است. به می ترتیب کشور سویدن هم یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده بهترین کمره ها است. مثلا هاسلبلاد یکی از کمره های بسیار مشهور و بسیار قیمتی است که حتی در بعضی حالات بعضی مدل های امروز هاسلبلاد قیمت تر از کمره های لایکا ساخت آلمان است. مثلا آخرین مدلش در حدود 6000 دلار قیمت است، قیمت داره، در حالی که لایکا قیمت ترینش در حدود 4500 است. به هر حال صنعت عکاسی یک صنعت زیبا، یک صنعت علاوه از مسائل انجینریش زیادتر هنری است. اگر بهترین کمره هم داشتن ذوقش نداشتن باور بکنین عکس خوب گرفته نمیتونین. پس توصیه بگویم یا مشوری آخر ما به شما عزیزایی است که خوب کمری خوب داشته باشین، بخرین کمری خوب، ولی تلاشتون به این باشه که خوب عکاسی کنین، با هنرش آشنا شوین، آشنا شوین چگونه عکس بگیرین و وقتی که با هنرش آشنا شدین ذوق هنریش داشته باشین که قسم عکس بگیرین تا بتانین که روح و روان بیننده را شما کسب کنین و به دست بیارین. تا ویدیوی آینده شما را به خودتان می‌سپارم.